کمیته ایرانی کانادایی رو خوشحال بکنم. یکی از چهرهای جالبی که من اینجا دیدم از یک نظر آقای علیرضا خوشدل هستند که ایشون همین 18 سال پیش اومدن کانادا، یعنی در حقیقت چیزی نزدیک دو دهه تو کانادا، ولی به من میگه که 26 نوامبر همین امسال تازه پناهندگیشو گرفته 2011، یعنی یک تجربه بسیار طولانی و مفیدی برای بقیه هموطنامون، مخصوصا اونهایی که از طریق پناهندگی میان اینجا. لطف کن بگو این تجربه واقعا خیلی طولانیه، تجربه تو بگو. دقیقا به خاطر اینکه از زمانی که من در واقع 2 دسامبر 1993 وارد کانادا شدم و کیس پناهندگی رو ارائه دادم، با توجه به اینکه در ایرانم به واقع مسئله سیاسی داشتم، نه با حرف و از اون چه، ایران همه اکثرا سیاسی بودند. بعد وقتی که وارد شدیم در عرض 6 ماه امیگریشن کانادا کیس ما رو رد کرد و به خاطر تازه وارد بودن دسترسی به لیگالی دیگه نداشتیم. اون موقع باید خودمون کار میکردیم، پول میادیم و از همون موقع وکیلای زیادی گرفتم. خودتون یه پا وکیل شدین؟ بله الان با توجه به اینکه توی این کشور خب دو تا رسیشن ما در حال حاضر گذروندیم، یکی سال 90 بوده که یکی هم همین به آخر بوده و به حال خیلی سخته. چیزی که من الان تمام پوینت هم اینجاست که دولت کانادا و با عزیزانی که توی پارلمنت هستن از کامیونیتی ایرانیان، شما اینجا فرمودین که چه کاری میتونن بکنن، این کامیونیتی های خودمون حداقل این صدا چه جوری برسه به اونجا. اینو من با پیش آقای رضا مریدی نماینده عزیز لیبرالمون تشریف دارن در تورنتو رفتم و در واقع همون 2011 بودش که دفترشون تماس گرفتن که کاری نمیتونن انجام بدن. این جوابیه که به همه بچهای پناهنده میدن. اونایی که کسی آقای مریدی یا اینکه وزارت مهاجرت، نه آقای رضا مریدی که در ارتباط با مسائل کیس بچهای که اینجا پناهنده هستن کاری نمیتونن، چون جزو نمیدونم پارلمان نیستن، جزو نمیدونم چی نیستن، استانی هستن، دقیقاً تو حوزه استان میتونن دخالت کنن. ولی من فکر کنم که باید بیان داخل بشن، به خاطر اینکه من میبینم جاهای دیگه دارن اکتیو دارن کار میکنن، در تو با ساختمون سازی، در تو با این، در تو با مهمانی های آنچنانی که دارن نشون میدن، ولی در تو با پرنده کسی که میخواد بره جونش در خطر اونجا به هر دلیلی، من اصلا کاری ندارم، هر کسی که وارد خاک کانادا به غیر از آقای خاوری، هر کسی که وارد خاک کانادا شده باید به عنوان پرنده پذیرفته بشه. خدمت شما عرض کنم که در مورد کاووس هم کسی رفته دفتر آقای مریدی؟ 100% بچه ها تماس گرفتن. اجازه بده آقا. مثل که آقا مهدی بیشتر از همه بادن. بله تمام اطلاعات من دارم. رفتن پیش دفتر آقای مریدی، با ایشون تماس گرفتن و ایشون گفتن که ایشون پروونس هستن، با فدرال کار ندارن. ما اینو خیلی خیلی زودتر از این 15 سال پیش میدونستیم که نحوه حکومت در کانادا چجوریه. ما نرفته بودیم پیش ایشون که قوانین کانادا رو عوض بکنن، ما نرفتیم پیش ایشون که بلندشن برن با وزیر حرف بزنن. ما همینطور که به تمام ایرانی ها، به تمام روزنامه ها و هر جایی که ایرانی بود مراجعه کردیم، پیش ایشون هم رفتیم، با این چیزی در نظر داشتیم که چون یه شخصیت اجتماعی دارن، یه مقامی دارن، شاید گفتشون برد بیشتری داشته باشه. ولی از ایشون چیزی که شنیدیم فقط موضوع تعریف فرق قوانین پروونس و فدراله. و من شخصا و یک نامه‌ای هم برای ایشون نوشتیم که از طرف خانواده خود صوفیه و من هم یکی از اونایی بودم که زیرش امضا کردم، ممکنه منو رد کردین ولی رأی منم از دست دادین و من یک نفرم نیستم. البته خدمت شما عرض کنم که آقای مریدی اینجا نیستن، ما هم انتقادات زیادی بهشون داریم، ولی در مورد آقای فرزاد ادیب تهرانی من دیدم که ایشون یک نامه‌ای نوشته بودن به وزیر مهاجرت که از ایشون نوشتن که آقا پناهنده هستن که البته اخراج شدن. در مورد کیس شما امیدواریم که با خوشحال میشیم که از دفتر آقای مریدی یا خودشون در این رابطه اطلاع رسانی بکنن که هموطنای ما، بیننده‌های عزیز تلویزیون تن، هر دو طرف به اصطلاح قصه رو داشته باشن، یه به قول معروف یک طرفه به قاضی نرفته باشیم، چون اینجا اصلا تمام مشکلات به سر این قاضی هست. بله خدمت شما عرض کنم که حالا یه سوال دارم ازت.
ببین خیلی از ایرانی‌ها میان اینجا پناهندگی میکنن حقشونه، ولی در این حال وقتی کارشون فقط به بنبست میخوره تو موردای نه حالا به خصوص تو موردای این وقتی به بنبست میخوره میان وارد میشن و میدونی خیلی سخته. کامیونیتی کانادایی رو بسیج کرد، چون اگه تو کامیونیتی کانادایی کانتریبیوت نکرده باشی، نرفته باشی تو خیریهاشون کار کرده باشی، سیستم اینجوریه، شما باید یک جایی به سیستم، به کامیونیتی، به کامیونیتی های دیگه، به خود کانادا خدمت کرده باشی که اونا رو بسیج کنی که بگن آقا این آقا اینجا واقعا یک کاناداییه. اینو بچه ایرانی من یک ضعف شدید میبینم و وقتی که شرایط سخت میشه میان سراغ کامیونیتی، کامیونیتی هم میتونه به قول معروف جواب نه بده، کلته درست نیست، ولی خودت چی فکر میکنی؟ کلامتون من خواستم فقط یه چیز خدمتتون عرض کنم، ما سه نوع پناهنده داریم در کل در رده بندی. اونایی که میان فقط به خاطر مسائل اجتماعی وارد کانادا میشن یا وارد کشور دیگه میشن و تقاضای پناهندگی میکنن به خاطر جو ایران، به خاطر اون فشاری که هست، حالا خانومن یا آقایان به هر شکل. یه مسئله دیگه کیس دوم هستن که اینا میان فقط پاسپورت کشور ثالث رو بگیرن و برگردن، دیگه پناهنده نیستن دیگه، به هر حال طریق پناهنده استفاده میکنن. مسئله سوم اینه که واقعا پناهندن، واقعا چکنجه شدن، واقعا زندان رفتن، واقعا مسئله داشتن، اینا در کلدن اینا میرن سراغ اون کمیته که شما بگید که فردا اگر بخوان استفاده کنن برای والنتریر یا نامه بنویسه واسشون که آقا مثلا ما این کارا رو کردیم. و یه چیزی که هست این که من خدمت شما عرض بکنم اینه که ترسی که دارن پناهنده ها، انسان ها که میان، برای اینکه اگر که این اتفاق نیفتاد بس رفتنشون چه اتفاقی میفته، این ترس باعث میشه که اون خواستهشون رو بیان نکنن تا میرسونن به اون لحظه ای که دیگه واقعا کار از کار گذشته. یا آره ولی ما ایرانی ها آدم هایی هستیم که تو سیاست خیلی فعالیم، تو تمام زمین ها اظهار نظر میکنیم به شرط اینکه جایی نوشته نشه یا جایی توی جلوی دوربین نیاد. یعنی شما یکی از معدود کسایی هستی که میبینم من حاضرید که همین حرفا رو بزنید. شما با جهت اطلاعی که تماشاگرتون و دوستانتون دارن میبینن، من سال 2005 با آقای پدرام معلمیان، آقای کیوان سلطانی، آقای مجید پهلوان، حسین آقای فراهانی، خانم خدا بیامرز فراهانی، دکتر یگانه قاعدتا نبودن، اینا کمپین استاپ دیپورتیشن تو ایران رو انداختیم. خودم تو پارلمان اتاوا رفتم برای اینکه اون پتیشن رو ببرم خونده بشه از طریق به حساب NDP، نماینده NDP در پارلمان. ولی متاسفانه وقتی که رفتم جو پارلمان رو دیدم که آقا اینا همش بازی های سیاسیه از دید من. آره شکی نیست، ولی موضوع این که مثلا اینی که شما داری میگی، من که خودم خیلی از خاطرات کامیونیتی دارم، این دفعه اوله دارم میشنم. یعنی واقعا گفتن این مسائل خیلی مهمه که زوایای تاریک مهاجرت کامیونیتی روشن بشه تا حداقل تجربه بشه برای بقیه. درسته؟ بله. و مسائل دیگه اش هم توی وکیلایی که پناهنده ها میگیرن، نه هیچ کدومشون وکیل نیستن، هیچ کدومشون تجربه ندارن. خیلی بزرگ میگید هیچ کدوم ها، میدونید که واقعا دارم میگم که 18 سال باربارا جکمن چقدر میگیره؟ چقدر میگیره؟ شما که میگی هرچی پول بدی آش میخوری؟ دقیقاً. شما هر چقدر پول چه بذاری، شما مگه بایسیکل نیدی یارو پول گذاشت تو بیمارستان، قضا وصل شد، پول وصل شد، فلان شد. اینجا من به عنوان کسی که پناهنده نبودم هر جا میرفتم میگم که تو کی هستی؟ الان که کارت پرمز دستم هست میتونم بیام اینجا هم صحبت کنم. نه بسیار زیباست. تو وجه این تا دیروز I was nobody. بله یه بار دیگه باید بیارم تلویزیون تو برنامه خودم راحت بشینی صحبت بکنی، ولی الان نمیخوام. در حال خیلی ممنون از اینکه وقت تو ما دادی، اطلاعات بسیار جالبی بود که تمامی حرکت‌ها و تمام کاری که در انجام میشه نه فقط به خاطر کاوس صوفی، برای تمامی ایرانیایی که اینجا هستن و استحقاق و مستحق این هستن که پناهندشون قبول شه و قبول شه. حالا اون خانومی که شما گفتید آقا فرزادی که چیز شد دیپورت شدش، امیدوارم که اتفاق بیفته در حال انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که امیدواریم پرونده کاووس هم به خوبی تموم شه، ولی به علت مشکلات اجتماعی اقتصادی سراسر دنیا، مخصوصا مشکلات سیاسی ایران، کاووس آخرین نفری نخواهد بود که ما باش با این مشکل و همچنین تجمع منتها با چهرهای دیگه روبرو خواهیم شد. امیدواریم که البته بتونه کامیونیتی ما متحدتر، منسجمتر، سازمانیافته‌تر، همونجوری که ایشون اشاره کردن، بتونه که از منابعش استفاده بکنه و این پناهنده ها رو سر سامون بده که انرژی کامیونیتی هم در راه درست
استفاده بشه و اونها هم به نوعی بتونن به کامیونیتی ما خدماتشون رو برگردونن و یک کامیونیتی قوی تری در یک مالتی کالچورال مثل کانادا داشته باشیم. سعید سلطانپور، میسیساگا.